و از سلام ادب احترام و تبریک نیمه شعبان خدمت دانشجویان عزیز. ببینید، ما بحث قبلیمون فکر کنم از اول من بحث چیکو ایرینا مونده بودیم. دقیقا کن چیکو یکی از مطالب مهم هستش و من سعی میکنم این قسمت یه مده آهسته برم که دوستان کاملا ببین اینا رو فکر کنم خوندیم. این هم که گفتم بهتون، نه از اینجا مونده بودیم. خب ببینید، ایجکس هستش، توسط چه کمپانی هایی داره توسعه پیدا میکنه. اینا زیاد باسه ما مهم نیست، خودتون زحمت میکشید میخونید. گفتم از کجا میتونید دانلودش کنید، سی دی ان ها رو بهتون توضیح دادم جلسه قبل که میتونید از سی دی ان ها جیکوئری رو چیکار کنید، دانلود کنید. از این قسمت مونده. ببینید جیکوئری سینتکس، ببینید میگه که سینتکس انتخاب جیکوئری چیه. ببینید نوشته دورا سلکتور بعد داد اکشن. ببینید سلکتور همون بحثی که داشتیم توی چه سی اس اس چه جس جاوا اسکریپت گفتیم، بحث تگو داشتیم، بحث آیدی رو داشتیم و بحث کلاس ها رو داشتیم. منظور از همین سلکتور همین بحث هستش. و یه نکته که اینجا هست، یه عبارتی هم اضافه شد، دیس، هر المانی که اکتیو یا روش داریم کلیک میکنیم اون به ما دیس محسوب میشه. و اکشن هم مثلا ما یه سری به ازای هر عبارت یه سری اکشن ها داریم، مثلا هایدش کن و اینا خواهیم. مثلا از این اکشن ها خواستم یه مثال زده باشم. ببینید جیکوئری و فرمت کلی شکل دستوری جیکوئری رو جلسه قبل بهتون گفتم. گفتم آقا دورا داکیومنت ردی فانکشن این شکل کلی دستورات چی هستش، جیکوئری هست و متدامون رو اونجا می نویسیم. سلکتور های جیکوئری رو بهتون گفتم که مثلا ببینید دورا باتن که میزنیم یه مثلا تگای باتن انتخاب میشه، مثلا دورا پی میزنیم تگای پی انتخاب میشه. آیدی بزنید ببینید دورا مثلا، ببینید مثالش رو بذار بیارم براتون. دقیقا ببینیم این صفحه رو بیارم یه توضیح بهتون بدم. خب نگاه کنید، داره کد جاوا اسکریپت جی کوئری رو لود میکنه. خب ببینید داره از سایت ایجز گوگل ای پی آی اینا داره سایت جی کوئری رو چیکار میکنه براتون لود میکنه. گفتم میتونید از این مسیر هم چیکارش کنید، دانلودش کنید. بعد یه جی کوئری خودش هم یه سایتی داره، نگاه کنید جی کوئری رو تنها بزنید. خب برید خود سایت جی کوئری دانلود رو بزنید. گفتم میتونید از سایت خود جی کوئری برید جی کوئری رو چکار کنید، برای خودتون دانلود کنید. و یه نکته داره، نکته هم در مورد جی کوئری بگم، جی کوئری دو تا نسخه داره. ببینید شما میخواید مثلا اگر فکر کنید مثلا میخواید دانلود کنید جی کوئری رو، نگاه کنید میگه توش یه حالت مین جی اس رو داره. ببینید فشرده شدهش هستش، یه حالت چی داره، فشرده نشدهش هستش. این ببینید این خانایی داره، یعنی میتونید بهش ببینید کد رو نگاه کنید، قابل درک هستش، یه همیش به شکل دستوری که انسان داره باش کار میکنه، آدم داره باش کار میکنه شبیه. و این مینجر سایزشون متنوع است. نگاه کنید اینو من دانلود بکنم، نگاه کنید شما اینو سیو از کنید به فرض بر مثال اینجا، نگاه کنید دستا و یکی هم بیایم این کامپرس شده شو دانلود کنیم. نگاه کنید سیو، اینم حالت کامپرس شده است. ببینیم سایزشو با هم مقایسه کنیم. نگاه کنید سایزشو، این سایزش ببینید چقدر فرق میکنه، 87 کیلوبایت، این 270 و تقریبا ببینید اگه تقسیم کنیم اینو به این 278 تقسیم به 78 تقریبا 3 برابر سایزش چی شده، 3.5 برابر سایزش کم شده. خب ممکنه برای شما بگیم خب مشکلی نیست که این، خب ببینید در تعداد بالا که داره دانلود میشه نه این اندازه چیه تاثیر داره. خب بعد گفتم که بهتون بگم میتونید از سایت خودش هم چیکار کنید، دانلود کنید. یعنی هم میتونید از این مسیر برید دانلود کنید، هم از
به برای همین از CDN ها برید دانلود کنید، هم برید از سایت خودش دانلودش کنید نسخه شو. بعد اما سعی کنید همیشه از نسخه های نهاییش که باگ کمتری داره استفاده کنید، مثلا نسخه 3.4.1 هستش نگاه کنید. بعد دوستان نگاه کنید، بعد اومده یه گفته دلار داکیومنت ریدی. خب این تا اینجا که میدونیم دیگه، گفتم تا اینجا خود سینتکس دستوریشه، یعنی خود جیکوئری سینتکس دستوریش اینه. خب بعد چی گفته؟ گفته اگر روی دلار باتن، ببینید یه باتن اینجا داریم، ببینید تگ باتن، میگه اگر روی تگ های باتن کلیک شد، ببینید چقدر قابل درک هستش نسبت به کد های جاوا اسکریپت. میگه اگر روی تگ باتن کلیک شد، بیا اون ارمانی رو که آیدیش تسته، ببینید این ارمانی رو که آیدیش یه تسته، داد هایدش کن، اینو مخفی کن. نگاه کن، خیلی در یعنی قابل درکتر از جاوا اسکریپت هستش و خیلی راحت تر نسبت به جاوا اسکریپت. ببینید خیلی راحت میگیم آقا وقتی روی باتن کلیک شد، خب بیا این فانکشن رو برامون انجام بده. چه فانکشنی رو؟ میگه آقا بیا دلار تست رو چیکار کن، هایدش کن. خاطر همین چی کوری به پشت پرده در حقیقت نگفتم دیگه، یه سری لایبرری های چی هستن، جاوا اسکریپتی هستن و پشت پرده واقعا وقتی ما میگیم اینو اجرا کن، داره کدای جاوا اسکریپت تبدیل میشه به اجرا میشه، خب و کدای جاوا اسکریپت فراخوانی میشه. اما راحت‌ترش کردن، قابل درک‌ترش کردن و به خانه‌های کدها باراست و جلوی خیلی از مشکلاتی رو که ممکنه شما به صورتی که مستود در جاوا اسکریپت، خیلی ممکنه ما کد نمیم دیگه، خیلی کد نمیسی که جاوا اسکریپت سخته و بهش میگن کد کثیف و باعث میشه که کدها تو مثلا خطاهایی بده، این جلوشو خیلی میگیره، این سینتکس دستوریاش خیلی راحته و جلوشو میگیره. خب بریم رو بحث کلاس ها، ببینیم بحث کلاس هاش هم همینه. گفتیم کلاس ها رو با چی نشون میدیم؟ می نویسیم ما مثلا یک کلاس تست و دوتا. اگر از کلاس ها که استفاده می گفتیم، اگر بخوایم به دو یا بیشتر از دو ارمان یک دستوری رو اختصاص بدیم، از کلاس استفاده می کنیم. ببینید کلاس تست، دوتا کلاس تست نوشته اینجا. بند نماینده کلاس که داته، گفتیم آقا میگه آقا وقتی روی کلید باتن کلیک شد، اونهایی رو که کلاسشون تسته چکار کن، هاید کن. ببین دوتا چی میشن؟ هاید میشن، که چون هم در CSS و هم در بحث جاواسکریپت و این نامه رو من بهتون توضیح دادم، اینجا دیگه زیاد به اینا وقت نمیذارم، زیاد هم نمیخواد توی دیتیل وا. اما یه دیسش هم مهم بود، یادتون باشه اون دلار دیس یعنی اونی که روش داره اکتیو شده، یا اون ارمانی که اکتیو شده چیه؟ برامون مهمه. خب بریم بس ایونت هاشو. خب میگه که ما چه ایونت هایی رو ممکنه در جیکوئری داشته باشیم. بریم ایونت کلیک رو میتونیم هندل کنیم، یه بار روش کلیک بشه دابل کلیک رو میتونیم هندل کنیم، میتونیم موس رو چکار کنیم، موس سنتر رو چکار کنیم، موس اینتر، موس روش اینتر کنه، یا موس رو بره روش بیاد بیرون، اینا رو ببین وقتی میگه روش میشه موس اینتر، یا بریم موس رو کی پرس، کی داو و کی آب. خب گفتم بهتون دیگه، در اگر در دوره بحثی با ما بودید توضیح دادم. ببینید کلید که اشاره میدیم تبدیل میشه به کی پرس، وقتی میره به اون تهش میرسه میشه کی داو و ورش میکنه میشه کی آب. یا موقعی که سابمیتی انجام میشه روی فرم انجام میشه، یا یک عبارت فوکوس میشه روش، اینا همش رو با هم چیکار خواهیم کرد؟ روشون کار خواهیم کرد که موضوعات براتون چیه جا بیفته. مثالش رو داره میگه، میگه مثلا دلار پی، این گفتیم چیه؟ ایونت هامون یا اکشن هامون هستن. ببینید مثلا میگیم دلار پی کلیک، اینجا میگیم اکشنی رو که میخوایم براش چیه به این شکلی که هستش مینویسیم. خب داکیومنت آلردی هم که میگه وقتی که این سند ما آماده است که چی بشه، رود شده و آماده است که کدای ما اجرا کنه، بهش میگن چیه؟ ریدی. ببینید چی کوئری درست خیلی کاربردی هستش، اما نسبت ببین مثلا من ماف سینترش رو براتون مثال بزنم، نگاه کنین نو. این یه کدی نوشته اینجا، ببین نوشته این که خب استاندارد کده، بعد اینجا یه فایل گفته دلار شارپ پی یک، یعنی اونی که آیدیش پی یک، اگر مافس روش اینتر بشه یه پیغام بهمون بده که یو آر اینتر. ببین مافس رو برم روش ببینید چه اتفاق میفته، یه الرت بهمون کرده. نگاه کن مافس وقتی میگه روش، یعنی برامون چیکار میکنه؟ الرت میده.
انشاءالله این جلسه بتونیم اگر من موضوعات کلی رو تموم کنم وارد بحث ایجکسش بشم عالی میشه. ببینید مافزا دارم که روش مثلا دارم بشین، نه خودتون یه مرید آسونن دیگه، مافزا پوینا آسونن. خب بعد مثل فوکوس، این فوکوس مهمه، نگاه کنید من سعی میکنم اونایی که مهمه بهتون چیکار کنم توضیح بدم. ببینید اومده دو یه دونه اینپوت گذاشته، اینپوت نیم، ببین تایپ تکست نیمش فول نیمه، یه اینپوت دیگه گذاشته تایپ نیم ایمیل. خب یه فول نیم داریم، یه دونه چی داریم ایمیل رو داریم. دقت کنید اینجا خب ببینید الان گفته که document.ready. ببینید document وقتی که آماده شد میگه بیا این کار رو بکن. چه کارهایی رو بکن؟ میگه دو راه input. خب فوکوس وقتی روی input های من فوکوس شد بیا این کار رو بکن. گفتم دو راه DCA اون المانی که روشه، یعنی اونی که الان اکتیو شده المان، گفته یه CSS بهش اختصاص بده و بکگراند کارش رو بکن یورو. به این معنیش اینه اگر شما روی این تکست ها برید دکن دوباره گفته نگاه کنید وقتی من اینپوت این اینپوت درسته، ببینید وقتی میرم روی اینپوت فوکوس میشه، نگاه کنید الان رنگش چی شد؟ قرمز شد. نگاه کنید رنگش زرد میشه. ببینید وقتی میرم روش زرد میشه و وقتی ترکش میکنم نگاه کنید الان این اکتیو بود، من از اکتیو ترکش میکنم میام روی المان. وقتی هم که ترکش میکنم ببینید به ساده فوکوس و تابع بور برر یا بور، خب این تابع با هم برعکس هم برمی کنم. این وقتی اکتیوه، خب بذار من تلفظ اینا رو یه مقدار شک کردم میرم از تلفظ نگاه کنم برر. خب یا منظور از این که ریوش میکنه، وقتی که میاد این اکتیو میشه زرد میشه و وقتی که ترکش میکنه ببینید سبز میشه. این یه مثال بود که خواستم بهتون چکار کنم نشون بدم و خیلی کار بود یه فوکوس و این تابع دوتاشون با هم جن خیلی استفاده میشه. این واسه ترک رمان استفاده میشه، این واسه فوکوس روی رمان. دولار دیسی هم هر چی که روش بودیم رو میگه، دولار دیسی هم هر چی که روش بودیم رو داره بهمون توضیح میده. خب ببینید داره توضیح میده، میگه این تابع زمانی اجرا میشه که راست فوکوس اتفاق میفته. نگاه کنید تابع برر یا نمیدونم برر معنیش چی بود، تیرگی و اینا، میگه زمانی این اجرا میشه که راست فوکوس اتفاق میفته، یعنی وقتی که ما ارمان رو ترک میکنیم. به فوکوس یعنی اون که روش میگیم، نگاه کنید وقتی من روش کلیک کردم این چی شد؟ فوکوس شد. وقتی ترکش میکنیم چی میشه؟ آن فوکوس میشه. ببینید اگر مربوط به مافس بود مافس میگفت این و این و رنگش عوض میشد، نه این موقعی اجرا میشه که فوکوس اینجی بشه برداشته بشه. مثلا معمولا میگیم ما وقتی میخواد از یه ارمانی به ارمان دیگه به یه چکی رو بخوایم انجام بدیم معمولا در این فانکشن استفاده میکنیم. خب بریم ادامه، باز کار خواهیم کرد با اینا. خب خب بحث بعدیمون بحث سوهه داداش میچو. خب ببین از اینا، خب اونم که گفتیم بریم گزینه بعدی. اینا آسونن، اینا یه با خودتون تمرین کنید، من چون گزینه های مهمش رو بهتون توضیح میدم. خب بریم بحث هایدو شو که داریم دو ساعت باش کار میکنیم، از اول کلاس داریم باش کار میکنیم. ببینید میگه ما یک اکشنی داریم، اگر بگیم مثلا دلار پی هاید پاراگراف ها چی میشن؟ هاید میشن. نگاه کنید نوشته در داکیومنت اگر دلار، ببین میگه اگر اینی که ببین آیدی هاید آیدی شو دو تا باتن گذاشته، میگه که آقا ببین این آیدی شوه، میگه اگر روی هاید کلیک شو این پاراگرافی که ما داریم کوری پاراگراف ها دیگه تگ پی رو گذاشت هایدش کن،
اگر روی کلید شوکری کردیم اینو نشونش میده، اینو میدیم هاید میکنه، اینو میزنیم میاره. ببینید چقدر راحت در جیکوئری میشه اینو نوشت. باور کنید همینو بخواید در جاوا اسکریپت بنویسید، حداقل 20 خط کده همینی که بخواید بنویسید، اینو مخفی کنه، اینو زدم روشن کنه. یادتونه دیگه یه چراغ گذاشته بودیم میخواستیم بزنیم این عکسو نشون بدون عکسو نشون بده، یه چند خط کد داشت. اینجا در حالی که به راحتی با یه خط کد این چیه برامون انجام میشه. خب شو هایدم که بهتون گفتیم. بعد الان یه بحثی هم داریم، بحث انیمیشن ها هستش. خب ببینید اینه، دقت کنید این چه کاری داره انجام میده. ببینید میتونید به زمان بدید، نگاه کنید وقتی الان من ممکنه چون تصویر داره روی شبکه اینترنت براتون میاد یه مقدار اینو متوجه نشید. نگاه کنید من پی داد هایدو که میکنم، ببینید آروم آروم مخفیش کرد، یعنی حدود یک ثانیه طول کشید که این چی بشه، مخفی بشه. یعنی شما میتونید به هاید اطلاع بدید که وقتی روش کلیک میشه، نگاه دوباره انجامش میدم، ببینید وقتی هایدو میزنم یه ثانیه طول میکشه این هایدش کنم. خب ممکنه تو ویدیو که داره روی شبکه براتون میاد قابل لمس نباشه، خودتون خونه با تمرین کنید میبینید که میتونید به تابع هاید چی بدید، مقدار بده. تو توگر یعنی جمع. ببینید الان توگر رو انجام بدیم، نگاه کن یه پاراگرافی داریم اینجا، این خیلی استفاده میشه توگر. خب توگر رو نگاه کنید، ببین ما یه پاراگرافی داریم اینجا، مثلا پی پاراگرافی، این دوتا پاراگراف و یه باتنی رو داریم. اومده گفته که روی باتن کلیک شد پاراگراف ها چی بشن، توگر بشن. نگاه کنید جمع، مثل اینکه یه چیزی هست جمع میشن، جمع میشن بالا، دوباره بزنی باز میشن. الان توضیحاتش رو بهتون میگم. خب میگه که حتی دو تا پارامتری میتونید فست و اینا هم بهش چیکار کنید، اختصاص بدید به اینا. تو که این تو که کاربردیه، بذارید من ببینم. این میتونم هم مثالش رو جلو داریم، الان دوباره بهتون تو که رو توضیح خواهم داد. خب فیدینگ میدونید دیگه، به صفحه ظاهر شدن فیدینگ میگن، فیدا و صفحه چی شدن. ببینید فیدا و صفحه مخفی شدن، وقتی یه چیزی فیدینگ میشه فیدا میشه. بهتون میگم یه دونم گزینه چی داریم، گزینه فیدینگ و فیدین، فیدا، فید توگه و فید تو. نگاه کنید یه مثال ازشون بزنم براتون. ما اومده سه تا دایو داریم، دایو اول نگاه کنید یک دایوی هستش، استای داده 80 پیکسل وایت سشه و هایش هم 80 پیکسل، دیسپلیش نانه چون در صفحه نشان داده نمیشه و بکگراندش تیه ریده. یکی هم داریم بکگراندش گرینه، یکی دیگه هم داریم بکگراندش بروه. نگاه کنید بعد اومده چی نوشته، میگه وقتی روی باتن کلیک شد دایو یک فیدین بشه، دایو دو فیدین میشه به صورت اسراب یعنی آهسته و دایو سه با سرمه 300 میلی 1000 میلی ثانیه که میشه 3 ثانیه طول بکشه. ببینید کلیک که میکنم اینا، ببینید اول فیدین که میزنم بلافاصله باکس قرمز میاد، اون یکی یه مقدار آهسته میاد و بعد اون یکی هم 3 ثانیه طول میکشه رود بشه. ببینید یعنی میتونید به اینا فیدین بده. نگاه کنید دوباره من این اجرا کنم، ببین رو میزنم این فیدین میکنه، این اسرو فیدینش میکنه و این 3 میلی ثانیه طول میکشه که فیدینش کنه. آسونه سریع از اینا رد بشیم که وقتمون طرف نشه. اینا رو فید آفتم که برعکس همین کار انجام میده. نگاه کنید الان ما ست همین باکس رو که دیسپلی هاش رو نگاه کنید دیگه نان نکرده، ستش هم داره دیده میشه. میگه وقتی این دفعه روش کلیک کرد بیاد فید آف انجام بده. ببین این سری فید آف میشه، نگاه کنید بعد اون یکی ببینید یک چقدر 3 ثانیه طول کشید تا فید آف بشه. نگاه کن آخریه، میگه فید آف تو بزنید این سری فید آف میشه، این اسرو فید آف میشه سبز و این دایو سوم ما هم چیه 3 ثانیه طول میکشه تا فید آف بشه. ببین آبی 3 ثانیه طول میکشه تا کاملا چی بشه، فید آف بشه. خب بس فیدین و فید آف هم که بهتون گفتیم. فید تو گرم نگاه کنید چه کار چه اتفاقی داره بهش میفته، این خیلی جالبه و خیلی استفاده میشه. ببینید نوشته که همون سه تا باکسی رو که داریم دو تا دایو داریم و اینا CSS اختصاص داده و گفته فید تو گر. ببینید آروم جمع میشه، نگاه کنید مثل اینکه یه چیزی بالا تو گر میشه جمع میشه، مثل اینکه یه منوی کشه بالا داره چی میشه جمع میشه، بهش میگن تو گر شد. خب فید تو هم چیکار میکنه، میگه که آقا
خب به این بحث اپسیتی رو که امروز جلسه هم خوندیم دیگه، یه عددی هستش بین 0 و 1. فکر تو هم میاد این اپسیتی رو میتونه چیکار کنه؟ تنظیم کنه. نگاه کنید، مثلا 17، 14، 15. خب ببین سه تا رو گذاشته، هم به اینا گفته آهسته فید تو بشن. نگاه کنید، تا این میزان فید تو میشن. نگاه کنید، من اگر اینو بزنم یک، ببین یک هیچ مثلا عملیات روش انجام نمیشه، اما اگر بزنم صفر کاملا ببینیم مخفی میشه. نگاه کنید، زیر بار اجراش کنم، ببین آن پاک شدم. بزنید من کدش رو بعد بزنم توی صفحه. ببین باور کن همین کارها رو اگر ما میخواستیم در بذار یه سایت بذاریم، index.htm. نگاه کنید، کنترل وی میکنم، سیوش میکنم. نگاه کنید، الان کلیک میکنم اینا به ترتیب دارن چی میشن؟ فید میشن. خب اما میزان فید اگر من بدم صفر، نگاه کنید کاملا اگر اینو من صفر سیو کنم و یه بار اینا چیه اینو ببندیم، خب و اینو من دوباره اجرا کنم، نگاه کنید الان صفر کاملا چیکارش میکنه؟ مخفیش میکنه. خب رسیدیم تا بحث چیه فیدین و فیداب. بذار ویدیو برای اینکه تو